أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و درود بی پایان خدمت تمام بینندگان بسیار عزیز گرامی تلویزیون جهانی پیام افغان و علاقمندان به مکتب قرآن عظیم الشان، خاصتاً رشته قرائت قرآن عظیم الشان و شاگردان مکتب قرآن، خوشحال هستیم که خداوند تبارک و تعالی دوباره توفیق بر ما داد که در خدمت شما هستیم. مستظر باشین که در این پروگرامی که امشب شما مشاهده میکنین مهمان بسیار عزیز گرامی داریم، قاری جوان و فرهیخته جناب قاری صاحب عبدالباسط زبهی مهمان ما هستند. خوش آمد میگیم، بسیار بسیار خوش آمدین. ایشان امشب تشریف آوردن و همچنین چهار دستگل قرآنی ما نونوالای مکتب قرآن در خدمتشان هستیم. محترم جناب آقای خواجه امیر حمزه جان صدیقی، محترم آقای محمد معراج علیزاده، محترم جناب آقای طه جان ذبیحی، محترم خواجه محمد کبیر جان صدیقی که اینها افتخارات قرآنی ما هستند و از شاگردای جناب قری صاحب عبدالباسط ذبیحی هستند. انشالله در خدمتشان هستیم. در طول برنامه هر کدام به نوبت خود جناب آقای عبدالباسط ذبیحی معرفی میکنن و دستگلهای قرآنی ما برای ما تلاوت میکنن انشالله، و شما بینندگان عزیز هم به خوبی مشاهده میکنین. حضور از اینها در این پروگرام به معنای این هست که پیام بسیار بزرگ را داره با خود. اینه که ما باید کوشش کنیم، خاصتا طرف ما عزیزان هستن، بینندگان عزیز بسیار گرامی ما که در پای تلویزیون ها نشسته هستن، حضور از اینها این پیام داره خدمت خانواده های محترم که باید در هر کاری و در هر اموری که هست نونهالا باید از اون کودکی به او آشنا بشن، بخصوص در مسائل آموزشی، مسائل های هنری، مسائل تعلیم قرآن، تعلیم دیگر مکاتب، درس، هر چیزی که هست که بالاخره باید بچه از کودکی از اون آوان نونهالی باید چشم از او باز بشه و به او آشنا بشه. وقتی چیزی که یک نونهال و یک فرزند از کوچیکی اون آغاز بکنه دیگه اون یک کاری هست که دیگه الالعبدی میشه به توفیق خداوند تبارک و تعالی. باز بخصوص مسئله هنر قرائت قرآن که خودش یک هنری هست، یک دنیای هست که ما کوچکتر از اون که بتونیم ایر بسید کنیم و باز کنیم و بالاخره به اندازه توان خو همون چیزی که هست، قطره که هستیم از قطره هم کوچکتر، بازم بتونیم بیان کنیم یا بتونیم صداهای عزیزار به گوش شما و تصویر مبارک شما برای تصویر مبارکی آقایین خدمت شما بتانیم بدیم و شما داشته باشین و اینا باشن الگویی برای دیگر نوناهالهای ما که انشالله کوشش کنن پدر مادرها. خب قری صاحب محترم خیلی خوش آمدین. سلام داشتم، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز محترم شبکه پیام افغان. سپاسگزارم از برنامه امشب که من دعوت کردیم. سلامت باشید. تشکر، خیلی خیلی خوش آمدیم و ما هم از شما تشکر میکنیم که شما دعوت ما لبیک گفتین و به همراه دستگلهای قرآنی که شاگردای شما هستن به این پروگرام احسن الحدیث تشریف آوردین. خب قری صاحب بفرمایید که شما از برای بینندگان بسیار عزیز گرامی تلویزیون جهانی پیام افغان بفرمایید بگین که از چی سال شما قرائت قرآن از این مشان آغاز کردین؟ بنده از آوان نونهالی تقریبا سالهای 4 ساله 5 ساله قرآن نزد پدر بزرگوارم قرآن فرا گرفتم و هنر قرائت رو از سن 10 سالگی به صورت حرفه‌ای شروع کردم.
بفرمایید بگین که شما در این طول مدتی که قرائت قرآن شریف رو آغاز کردین در مسابقات هم شرکت کردین در آمان نوجوانی یا نه؟ ادوار بسیار متعددی بود در سنین نوجوانی که از طرف مدارس مسابقات زیادی برگزار می شد در کشور ایران. اولین مسابقات کلاس اول راهنمایی یعنی صنف 6 بله. بود که اونجا در از مرحله استانی راه پیدا کردم و نماینده استان خراسان رضوی در مسابقات کشوری اون سال شرکت کردم و به حول قوه الهی مقام اول کشوری رو به دست آوردم و سالهای آتی هم همین مسابقات برگزار شد و در رشای قرائت و از آن رتبه اول کشور رو به حول قوه الهی بله. پس در یک متعدد شرکت کردین، هم در استان رتبه کسب کردین و در کل کشور هم یک بله. مرتبه حائز رتبه مقام اول در رشته از آن شدین. بله. خب بفرمایید که در مسابقات اروپایی هم شما شرکت کردین در آلمان؟ مسابقات اروپایی هر ساله برگزار میشه در کشورهای آلمان، سوئد و کشورهای متعدد در اروپا. الحمدلله بسیار فعال هست کارهای قرآنی و سالهای اخیر مسابقات برگزار شد در هامبورگ، مسابقات اروپایی در کشور هامبورگ برگزار شد و اونجا هم الحمدلله مقام اول اروپا و مقام اول آلمان رو کسب کردم. سال اول مقام آلمان، سال دوم سال اول مقام کشور مقام اول رو در کشور آلمان و سال بعد مسابقات اروپایی برگزار شد در شهر هامبورگ و اونجا هم کسب رتبه اول. خب آرزوی موفقیت میکنم، جای بسیار افتخار هست برای شما و برای هم نوعان شما عزیزانی که در این مسابقات شرکت کردن در رشته های قرائت، در رشته های اذان، در رشته های حفظ حائز رتبه شدن، واقعا جای بسیار افتخاره. خب بفرمایید که قریص بی دستگلایی که آوردین همراه خود، اینا چند وقته که شروع کردن پیش شما میخوانن؟ این نونهالان تقریبا حدود آقا کبیر صدیقی تقریبا یک سال هست شروع کردن. بله. و در رشته در مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل تعقیب میکنن و آقای تاها تقریبا ایشون هم از حدود یک و نیم سال میشه شروع کردن. بله. و یکی از واقعا جفتشون واقعا یکی از استعدادهای بسیار عالی هستن در رشته قرائت مکتب مصطفی اسماعیل. بله. آقای معراج، محمد معراج علیزاده، ایشون هم تقریبا 6 ماهی هست که شروع کردن در رشته قرائت مکتب مرحوم عبدالباسط. ماشاءالله. بسیار یکی از استعدادهای بسیار عالی شهر هامبورگ. بله. و جناب آقای امیر حمزه جان صدیقی، ایشون هم با برادرشون تقریبا یک سال میشه شروع کردن در مکتب مصطفی اسماعیل. خب بسیار بسیار جای افتخار است الحمدلله، و که ما همچنین عزیزان دارین، همچنین نونهالان داریم که اینا در آینده هر کدام چراغهای میشن برای جهان اسلام، همانطوری که دیگران با ما آموختن و ما و قریصه و امثال قریصه به دیگران بیاموزن و باز اینها در آینده باز به دیگران بیاموزن. دنیا همی هست، انسان خداوند خلق کرده برای جد و جهد، برای تلاش، برای کوشش، برای مجاهده در کارهای معنوی، در کارهای فرهنگی، در کارهای دنیایی، در امورات تعلیمی، درس. و ما امیدوار هستیم که این نهالان ما همین طوری که در مسئله قرائت قریصه شما الحمدلله مستظر هستیم که خود مسئله درس و خود مکتب از اهم امورات و بسیار مسئله مهمی هست. کوشش کنید که وقتی که شما شاگردار تعلیم میدین این موضوع یادآوری بشه. یک قاری قرآن باید واقعا الگو باشه، همونطور که در قرائت تبیین میکنه خودخور، چون قرآن الگو هست، قرآن برای بشریت هست، باید یک قاری قرآن به تمام امور الگو باشه، برای درس خواندن خود الگو باشه، ارزم برای رفتار اخلاقی خود الگو باشه، برای اجتماعی الگو باشه، برای همه چیز. این چیزها باید انشالله شما کوشش کنید که
در زمانی که تعلیم قرآن بدیم آیسته آیسته این مثال رو به ذهن اینا، چون اینا نونهال هستن، باید به این مثال آشنا بشن. خب وقت ما زیاد نمیگیریم، از قری صاحب خواهش میکنیم که هر کدام از شاگردا که آمده هستن به ترتیب تلاوت بکنن دقایقی که بینندگان بسیار عزیز گرامی ما بشنوند و باعث خوشحالی و مسرت جهان بشریت و خاصتا جهان اسلام بشه. دعوت میکنیم از آقا حمزه. آمده که دارید شما آمده هستید، لطف کنید که شروع کنید از سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه طارق تلاوت میکنن در مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل. بله حمزه جان، حتما مکتب هم میرن دیگه. در صنف چند هستین حمزه جان؟ صنف یک. صنف اول هستن. بله بله حمزه جان، مکتب هم به توفیق خدا آغاز کردن، صنف اول هستن. ما برایشان طلب و موفقیت به سر افرازی میکنیم. بفرمایید جناب آقای. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. Bye.
الله يفتح عليك، الله يزيدك. فينظرني الإنسان مما خلق. الله 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 ما شاء الله. خلق مما عند فيك. الله 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 ما شاء الله. يخرج من بين الصلب والترائب. الله الله الله. إنه على رجله لقادر. الله الله الله. يوم تبلى السرائر. ما شاء الله احسن. بارك الله بارك الله. ما شاء الله. تشکر میکنیم از قاری نونهال جناب آقای امیر حمزه جان صدیقی که در مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل بودن خواندن برای ما. سر خوب شاگرد بعدی شما کی هستن؟ شاگرد میخوند؟ بعدی استفاده میکنیم از جناب آقای محمد معراج علی زاده. بله. تلاوت میکنن انشاءالله از سوره مبارکه قیامه و سوره کوثر و سوره فاتحه الکتاب انشاءالله. در مکتب کی میخوند؟ در مکتب مرحوم عبدالباسط. بله. مکتب هم صنفه چند هستین؟ یک. صنفه یک. صنفه اول. بارک الله. بفرمایید. اعوذ بالله. اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ما شاء الله. لا أقسم بيوم القيامة. الله 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 الله. ما شاء الله. ولا الله الله بارك الله بارك الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظمه بلى قادرين أن نسوي بنانا. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ما شاء الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما شاء الله ما شاء الله. زين. الله أكبر الله أكبر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الله 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 الله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. فَسَلِّ رَبِّكَ وَانْهَرْ. الله الله الله. إِنَّ سَعْيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الله الله الله. بارك الله فيك. بسم الله.
الله أكبر ولله الحمد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله. احسن ما شاء الله. بارك الله بارك الله. تقدیر و تشکر میکنیم از قاری نونهال جناب آقای محترم محمد معراج علیزاده که در مکتب مرحوم عبدالباسط خواندن. قاری سب محترم است مکتب مرحوم عبدالباسط. ما شاء الله. باشد باشد که انشالله در آینده از قرای بسیار عالی و زبردست در مکتب مرحوم عبدالباسط باشن و افتخار باشن و الگوی باشن برای دیگر نونهالای جامعه قرآنی، خاصتا در کشورهای اروپایی، در کل جهان اسلام، خاصتا در کشورهای اروپایی و بخصوص در کشور آلمان. تشکر میکنم از شما. خب شاگرد بعدی شما کی هستن که اگه لطف کنید؟ جناب آقای کبیرجان صدیقی تلاوت میکنن از سوره مبارکه والضحا و سوره مبارکه کوثر. از شما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بهره من شیطان و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله 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 ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر. الله ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث. الله الله الله. نعم. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله 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 الله. ما شاء الله. فصل لربك وانحر.
الله 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 ما شاء الله إن شارئك والأبتر الله ما شاء الله صدق الله ولي العظيم أحسن ما شاء الله تشكر میکنیم از قاری نونهال جناب آقای محمد کبیر جان صدیقی که با این سن نونهالی واقعا 6 سال 6 و نیم سال سنشانه بسیار زیبا تلاوت کردن. خود بینندگان بسیار عزیز گرامی مستحضر باشن، خود آمدن پای دوربین و پای تلویزیون کار ساده نیست، باز اینا برای اولین مرتبه بسیار عالی بود ماشاءالله. امیدوار هستیم که در آتیه پله های بسیار بلندی رو طی کنیم و موفقیت های بهتری بتونیم کسب کنیم. اما به قری صاحب هم تبریک عرض میکنم، سلامت باشید، که انشالله اینا پایه نهادن. قری صاحب که عبدالباسط جان که اینا هم از اعضای فعال جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث هستن و سوای از اینکه اینا فرزند ما هستن، ما بسیار همکار خوب، همکار بسیار امین، همکار بسیار صادق هستن که جای افتخار هست. و دیگه عزیزان ما هم هستن که جایشان در اینجا خالی هست، من لازمه که یادآوری کنم جناب آقای حمید جان فیضی که از شعرهای بسیار درخشان ما هستند، شعرهای درخشان قرآنی ما هستند و افتخار جامعه ما هستند. و همچنین جا داره که یاد کنم از خواجه صاحب اسحاق جان رحمتی که اینا کسانی هستند که اینا از ابتدا وقتی که ما احسن الحدیث شروع کردیم و جلسه قرائت قرآن احسن الحدیثه همین 5-6 نفر بودن، قری صاحب عبدالباسط بودن، قری صاحب آقای حمید جان فیضی، قری صاحب خواجه اسحاق جان رحمتی، قری صاحب ارزم حضور شما که آقای عطایی، تمیم جان عطایی و همچنین عبدالصمد جان بودن. انا ماشاءالله حالا رسیده به جماعت کثیری از مسلمین که همه تشریف میارن روزهای یک شنبه در کوچه تپه جامع. ما تبریک عرض میکنم، امیدوار هستیم که این جلسه روز به روز احسن الحدیث ترقی کنه و پله‌های زیادی را به پیمایه. و ما همینجا لازمه که یادآوری کنم که احسن الحدیث، جلسه قرائت احسن الحدیث در 4 قسمت، در 4 کاتگوری کار میکنیم. ما همراه برادرها هستند که اونجا با ما همکاری میکنند. ما در ابتدا یک کاتگوری اول ما یک کسانی که هیچ بلد نیستن از تهداب از الباتسی شروع میکنن پیش ما با مدت بسیار کم، یعنی ما به ظرف 15 ساعت شما من تقسیم کنیم به 1.5 ما این به 2 ما 15 ساعت به هر صورت در ظرف 15 ساعت بچا میان پای قرآن عظیم میشن و از امجاز میتونن به راحتی امجاز شروع کنن و قرآن شریف و امجاز تمام کنه باز از سر شروع کنن. نهایت پروسه تا ختم کل قرآن عظیم میشن 3-4 ما بیشتر طول نمیکشه در هفته 2 روز یا 3 روز. و کتگوری دوم ایه که این نونهالایی که شما مشاهده کردین که ما از آوان کودکی به اینا کار میکنن، قری صاحب عبدالباسط جان که نمونیر شما الان دیدین که اینا زیر 7 سال هستن، 7 سال، 6 سال، 5 سال بچه‌ای هستن که اینا نمونیر شما مشاهده کردین. و کتگوری سوم ما کسانی هستن که زیر 14 سال هستن، به شمول آقای مثل برهان جان، عرضم حضور شما آقای برهان جان هستن، برهان جان سلطانی، همچنین سیر جان سلطانی، آقای شاه، آقای شاه نوید شاه هستن، دیگه کی هستن؟ علی آقای یعقوبی هستن، بله جناب آقای علی جان یعقوبی هستن، محمد جان و حسینی هستن، سراب جان هستن، دیگه دوستای که اینان ما حضور ذهن پیش من نیست، آمدگی نیه که من خدمت شما بیان بکنم. و بعد از اونم کاتگوری 4 کسانی هستن که بالای 15 سال هستن، 20 سال، 25 سال بزرگسالا هم هستن که در اینجا تلاوت میکنن، به شمول جناب جقای علیزاده، خواجه صاحب نمین جان صدیقی، خواجه صاحب محترم جی کمال جان صدیقی، دیگه جناب محترم جقای اقبالی که بسیار قاری خوبی هستن، مرتل خان خوبی هستن، جناب جقای اطمینان و دیگه برادرایی که هستن در کنار ما، الحمدلله جای افتخار هست. اینا خواستم برای بینندگان بسیار عزیز تلویزیون جهانی پیام افغان، خاصتا عزیزانی که در هامبورگ حضور دارن، ما از همه طیف، یعنی بزرگسالار هم داریم، زیر 16 سال هم داریم، زیر 6 سال، 7 سال هم داریم و کسانی هم که میخوان علاقمندن از تعداد یاد بگیرن ما در خدمت هستیم به تمام معنا و جهت رضای خدا، هیچ کدام مشکلی نیست. ما روزهای یک شنبه اونجا میتونن عزیزان تشریف برن، حضور پیدا کنن، مراجعه کنن، ما میتونیم خدمتشان رو بکنیم. خب قری صاحب، شاگرد بعدی شما برای آخرین تلاوت کننده جناب آقای طه ذبیحی، بله، کوچکترین
عضو احسن الحدیث و یکی از استعدادهای بسیار عالی تلاوت میکنن از سوره مبارکه بقره، جایی که آقای حمزه جان تلاوت کردن، و سوره مبارکه و سمای و تاریخ در مکتب مرحوم شیخ مصطفی. بیان کنیم برای بینندگان عزیز که تاها جان چند سال دارن؟ تاها جان 4.5 تا 5 سال تقریبا. چهار و نیم سال دارن و ایشون به صورت حرفه‌ای مکتب شیخ مرحوم مصطفی اسماعیلی پیش میبرن. زیر نظر بنده و دوستان دیگر، برادر بزرگترشون آقای عبدالصمد جان، ایشون هم در مکتب مصطفی اسماعیل میخونن و الحمدلله انشاءالله که موفق باشند. کودکستان میرن. کودکستان میرن. خب بسیار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. ولما ما شاء الله وما
يخرج من بين الصلب والطرائر الله يوم تبلى الثرائر ما شاء فما له من قوة ولا نافع الله يوم تبلى الثرائر الله فما له من قوة ولا نافع الله الله والسماء والسماء ذات الرجع الله الله والأرض ذات الصدع الله الله إنه لقول الله وما هو بالهزل الله ما شاء الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما إن كافر صدق الله العلي العظيم احسن ما شاء الله تقدیر و تشکر میکنیم از قاری نونهال جناب آقای طه جان ذبیحی که در مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل تلاوت کردن اینا تقریبا قریص ای شاگردا شما جلوتر هم فکر کن گفتیم بازم دوباره بری که بعضی از بینندگان عزیز ما شاید به تازگی با ما پیوسته باشن اینا چند وقته که پیش شما عزیزان شروع کردن؟ تقریبا هلوهاش یک سال شده که ما این مکتب پیش میبوریم مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل بله و چون که مکاتب قرآنی مخصوصا رشته قرائت قرآن باید از همونطور که فرمودید از نونه حالی شروع بشه و از سنین چهار تا پنج سالگی باید شروع بشه و این تهداب گذاشته بشه هلوهاش یک سال میشه که با نونهالان عزیز شروع کردیم و به اصطلاح کار میکنیم بله خب برای قبل از اینکه شما در پایان تلاوت داشته باشین و محفل ما با تلاوت شما به پایان برسانیم میخواستم که برای شما بگم که شما چی پیامی برای بینندگان بسیار عزیز گرامی خاصتاً خانواده هایی که علاقمند هستند که اطفالشان از این سینین وارد مکتب قرائت قرآن بشن شما چی پیامی دارین برای از این؟ پیام مهمی که هست به ذهنم میرسه یه که انشالله کودکان نه تنها در رشته قرائت یعنی رشته قرائت مهم نیست منظور از قرائت همون قرآن کریم است که انشالله بچه ها آشنا بشن با خود قرآن کریم و با به اصطلاح رفتارهای اجتماعی که قرآن کریم به اون توجه داره انشالله اینا از آوان کودکی با اینا آشنا کنن
و در همین راه ها در مساجد در اجتماع های قرآنی کودکان ببرن و با اجتماع به اصطلاح اسلامی بچه ها از این سنین آشنا کنند که تأثیر بسیار خوبی داره. بسیار خوب، تقدیر و تشکر میکنم از غری صاحب که واقعا زحمت کشیدن، جناب غری صاحب عبدالواسط زبی که از اعضای فعال جلسه قرائت قرآن کریم احسن الحدیث هستن، دعوت ما لبه گفتن قبل از اینکه ما محفل با تلاوت ایشان به پایان برسانیم. باز هم دوباره اعلان میکنم جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث در روزهای یک شنبه از ساعت 10 تا ساعت 1 در خدمت تماما عزیزان، برادران و بخصوص نونهالا، جوانان، نوجوانان، بزرگسالان هستند. انشاءالله کوشش کنند که همگی تشریف بیارن اونجا. هر روز ما در هفته روزهای یک شنبه به اعضای جلسه که تشریف میارن از ساعت 10 تا ساعت 11:30 به قید قرعه ما برای 3 نفر جایزه نقدی تقدیم میکنیم از طرف جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث و این جوایز و توفیه که داده میشه بانی عزیز خود برادران و اعضای بزرگان و اعضای جلسه قرائت قرآن کریم احسن الحدیث هستن که جا داره که ما از همگیشان تقدیر و تشکر کنم. انشالله عزیزان که مایل هستن که احسن الحدیث کمک کنن، کمک معنوی کنن، کمک اجتماعی کنن، ما خواهش که داریم از عزیزان که در محوطه برگدوف، در محوطه در هولوش هستن، در هولوش ها مثلا در علموه، در مومل منسپک که اینا نزدیک هستن به محدوده، کوشش کنن خاصتا بزرگسالا حضور اینا بسیار برای ما مهمه. حضور شما، ما حضور شما رو میطلبیم که شما در اونجا حضور داشته باشین، فعال شرکت کنین، بین باعث تشویق و روحیه دادن برای عزیزان ما باشین. و همچنین ما پیشاپیش ماه مبارک رمضان الکریم خدمت تماما مسلمانان عالم، خاصتا ملت شریف و عزیز افغانستان و بالاخص مسلمان های مقیم شهر هامبورگ تبریک عرض میکنین. الحمدلله قدم به قدم در شهر هامبورگ مساجد هست و الحمدلله قرائت های قرآن هست، ختم های قرآن هست، نماز ها هست اینها، و به فضل خدا همونطور که شما مستظر هستین طبق سنوات سالهای گذشته الحمدلله جلسه قرائت قرآن، تفسیر قرآن کریم در مسجد شریف حضرت بلال رضی الله عنهم و رضی اونجا هم هست و همچنین جدیدن مسجد شریفی هم در اشتلسوب افتتاح شده که اونجا هم نمازهای جمعه هم خوانده میشه و هم نماز تراویح برگزار میشه انشالله، و همچنین در مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام که اونجا هم الحمدلله قرائت قرآن، ختمای قرآن و نماز تراویح هست، و همچنین در نزد جناب محترم حاجی صاحب الحاج مهاجرزاد که عالم دینی هستن و افتخار جامعه ما هستن، اونا هم الحمدلله در قسمت در یک قسمت نزدیکی بلناتور هست که نزدیک فکنستان بشه، جایی که پروگرام های کار ترافیک پیش میبارن، اونجا اونا هم الحمدلله نمازها رو میخوانن، ختم قرآن دارن، تراویح دارن. اینه که کوشش کنن عزیزان همگی در هر جا که هستن، در هر محدودی که هستن، در نزدیک به هر مسجدی که هستن اونجا تشریف ببرن و خود کوچتا به جامعه هم الحمدلله قرائت قرآن هست و ختم های قرآن هست و نماز تراویح خوانده میشه که جای بسیار افتخار برای مسلمانان عالم، و همچنین در مسجد جامع حضرت امام علی علیه السلام اونجا هم پروگرام ختم قرآن از این مشان، جلسه قرائت قرآن از این مشان اونجا هم دایر هست. خب ما دیگه زیاد صحبت نمی کنم، آمده میشیم و مختصر تا دقایق که ما داریم از تلاوت زیبای و قشنگ جناب قریص عبدالباسط زبیحی نفر اول مسابقات سال 2013 در رشته اذان همگی استماع میکنیم و بهرمند بشیم از تلاوتشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنرسل قبلك من رسلنا ولا تجد لسنرسل
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. خب به توفیق حضرت باری تعالی به پایان پروگرام رسیدیم. قبل از اینکه ما پروگرام رو ختم کنیم، جا داره که همینجی ما به تمام پدرها و به تمام فامیل ها تبریک عرض کنم، خاصتا به پدر عزیز دوبر نوجوان دو نونهال قرآنی ما آقای امیر حمزه جان صدیقی و آقای محمد کبیر جان صدیقی و همچنین به پدر گرامی قاری صاحب نونهال ما جناب آقای محترم محمد معراج علیزاده بر از اینا هم تبریک عرض بکنم به پدر گرامی اینا. امیدوار هستم که انشالله و همچنین برای خود قری صاحب تبریک عرض میکنم که شاگردار زحمت کشیدن، بخصوص تاها جان رو همچنین برای شما تبریک عرض میکنم ماشاءالله. خب از طرف جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث توافی آمده شده که از برادر عزیز ما جناب خواجه صاحب محترم الحاج محمد نوین صدیقی که همیشه زحمت میکشن و خدا انشالله زحماتشان و سایر برادرها که زحمت میکشن مورد قبول حق قرار بگیره، چهار تحفه آمده کردن به چهار نونهال قرآنی ما جناب حاجی صاحب الحاج محمد نبی جان صدیقی که ما اولین تحفه تقدیم میکنیم برای جناب محترم قاری نونهال ما امیر حمزه جان صدیقی که تشریف بیارن از دست قاری صاحب محترم عبدالواسط جان تحفه خود بفرم. خب تحفه بعدی تقدیم میکنیم به محترم قاری نونهال ما آقای محمد معراج علیزاده که تشریف بیارن از دست آقای قاری صاحب عبدالواسط جان زبیحی از دست استاد خود تحفه خود بگیریم. بفرمایید. مبارک باشین. مبارک باشه. خب تحفه بعدی دعوت میکنیم که از قاری نونهال آقای تاها جان زبیحی تشریف آورده تحفه خود از دست عبدالواسط جان بگیریم. مبارک باشه. تبریک باشه. تحفه بعدی هم آخرین تحفه دعوت میکنیم قاری نونهال محترم محمد کبیر جان صدیقی تشریف بیارن از دست استاد خوب قاری صاحب عبدالواسط جان تحفه بگیرن. مبارک باشه. خب باز هم دوباره تبریک عرض میکنیم. زیاد وقت گرامی بینندگان بسیار عزیز گرامی نمیگیریم، جا داره که همینجا از همگی شما تشکر کنم که تا این لحظات ما رو تحمل کردیم و بخصوص از مهمان عزیز القدر ما جناب قاری صاحب عبدالواسط زبیحی و چهار نونهال قرآنی ما که انشالله امیدوار هستیم که در آینده اینها از قاریای بسیار خوب باشن. مستظر باشین که جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث هر هفته ساعت 10 تا ساعت 1 در اونجا جلسه قرائت قرآن برگزار هست و در ماه مبارک رمضان به دلیلی که شبها اکثرا در نمازها هستن، ختم قرآن شریف هستن، ماه مبارک رمضان فعلا معطل تعطیل هست و بعد از ماه رمضان المبارک انشالله طبق روال همیشه از ساعت 10 تا ساعت 1 در اونجا جلسه قرائت قرآن عظیم الشان دائر می باشد. و من الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تا دیدار بعد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.